دوستان عزیزی که شکم سیکس پک من نایده اینجا میتونه تو این عکس کامل مشاهدهش کنه. سلام علیکم، من نیمه هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی پر انرژی. وقتی که سر صبح و زیاد آدم نمیتونه پر انرژی باشه، کلا آدم وقتی از خواب پا میشه یه ذره کلا اینجوریه تا یه ذره یه چیزی بخوره که بتونه برگرده به حالت طبیعی خودش. ما توی این ویدیو میخوام اولین چالش 24 ساعته با یه رنگ رو داشته باشم. امیدوارم اون رنگی که در رنگ خوبی باشه و شب گشته نمونم. بریم اول از همه سراغ این دوست عزیزمون که حالا قراره تو ویدیوهای آینده زیاد ببینیمش. خوشبختم از آشنایی با شما. یه دونه شما چشامم میبندم. خب اینو میذاریم اینجا. رنگ قرمز. قرمز آخه برعکس واسه شما فکر کنم بیاد. قرمز خوبه، قرمز خیلی، همه چی قرمزه تقریبا، هر چی هم قرمز نباشه یه روب چیزی بهش میزنی قشنگ قرمز میشه. خب خدا رو شکر اولین چالش رو رنگ خوبی در رو باید راضیم. خدا مثل اینکه هوا من امروز داره. بریم چالش شروع کنیم، بعد برام خرید ببینم چیز قرمز هم چه خوشمزه چی گیر میارم. قبلش یادتون نره که دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید که بزرگترین حمایت و انگیزه است تو شروع کار من. خیلی خیلی دوستتون دارم. بریم که این ویدیو رو داشته باشیم. من رفتم اومدم، همچنان باورتون نمیدونم میشه یا نمیشه، من چیزی نخوردم. این شکلات رو به من بدین. به صبحونه میخوام از چی شروع کنیم؟ برای صبحونه ما از یک عدد اینجا آب آلبالو گرفتم، قرمز دیگه، آب آلبالوی سنیج. حالا یه جاهای سبز و سفید داره ولی ما برای خود آلبالو برام مهمه که قرمزه. عدد کیک گرفتم واسه صبح، تیتاب قدیمی و دوست داشتنیمون. و این چی اسمش؟ پوف. دیما این مقدار سفتر بود، بیشتر حالت کوکی بود، خیلی نرم شده. من قدیمش رو بیشتر دوست داشتم. اینو برگیرم یا اینو، این یا اینو، اینو بعد جفتش رو بگیرم میخورم. ولی حالا صبح رو شروع میکنیم با تیتاب. حالا دور ننداز ما وازش کنیم ببینیم. یادتون قدیما یه ساندیسایی بود اینجا در براش جا میذاشتن که ما نیر بکنیم تو، ولی هیچ موقع نمیشد. بعد برش میگردیم از ته اینجوری میزنیم توش. خدا اگه اروپا اینجور باشه والا. از آبالبالو میده دیگه. ترش سر صبحی واقعا یه چیز ترش تا حالا نخورده بودم که اونم به لطف آبالبالو و چالش 4 ساعت غذایی رنگم میخورم. اول صبح اصلا توصیه نمیکنم که همچین چیز ترش رو بخوریم. و تیتا کتابای خوشمزه بهبهی. تا الان صبح هم با یه چیز انقدر ترش شروع نکرده بودم، خیلی ترشه. کجایی پسر؟ یه صبحونه، من صبحونه رو کامل میخورم یه میذاره به کارام میرسم. تو برسیم به نهار، یه غذا خیلی خوب به نهار گرفتم. بریم. خب رسیدیم به نهار، همچنان با قرمز داریم ادامه میدیم. پشت هم قرمز، کلن همه چی قرمزه. رسیدیم به نهار، این جعبشه دیگه. ما توش حالا استفاده کردیم. نودل چی هستش؟ نودل 17.85 گرمه. کلا خودم نودل باز زیاد نیستم، یعنی یه دفعه نودل خوردم زیاد خوشم نیومد، ولی الان گفتم دوباره امتحان کنم ببینم بعد مدت ها ذائقه‌م عوض شده یا نه. اول بوش بکنیم، من چون غذای جدید میخوام بخورم اول باید حتما یه ذره بوش کنم. بوی سوپ گوشت میده، یعنی سوپی که توش گوشت باشه. اینه اینجوری میخورن درسته؟ بعد اینجوری بچرخونیمش. خیسه، بعد خیس باشه. من زیاد غذاهای خیس دوست ندارم. ببینم مزهش خوشه، مزه گوشته. الان نسبت به گذشته ذائقه‌ام فکر کنم فرق کرده، بیشتر دوست دارم. فقط فقط من نمیدونم رو نودل سس میزنم، نه احساس میکنم به سس هم نیاز داره. اگه نودل باز هستیم بهم بگین چه نودلی بده. این برندی که من گرفتم 17 طعم گوشتش بود، حالا شما بهم بگین که چه طعم نودلی بهتره، چه برندی بهتره. یه چالش خیلی خفنه، میخوام اون نودلا درست کنم. حتما من تو کامنت ها بنویسید که اون نودلا رو بگیرم واسه اون چالش خفن بعدیه. سس من آوردم، گفتم این سس رو بزنیم یه امتحان بکنیم دیگه، ببینیم چه جوریاست. خب آها از این سرپوشه داره، ناخون ندارم الان با چینو واکنم. بذار پیام های بازرگانی ببینید تا با اینو بتونم باز کنم برگردم. به
بالاخره سوس من هر بدبختی بود باز کردم. درش اول اینجاهاشو میزنم من. اینا اصلا خوب میشه با سوس یا نه؟ در اون نودل سوس اصلا میزنه. این کاری که من کردم الان مجازه یا غیر قانونیه؟ دارم سبک ماکارونی باش برخورد میکنم بیشتر. پیش شد. دیو سوس خیلی بوم شد. اون نودل قبلیه رو بدون سوسش ممکنه مثلا اینقدرشو بخورم. ولی این سوس الان میذارمش گلشو میخورم. گفتی بیا بخور، میام میخورمت. چی رو بخور؟ چی شده بود اصلا؟ من تمام میکنم. یه ذره دوباره میرم به کارهای یوتیوب برسم، یه ذره هم فورتنایت بزنم، بعد برگردیم ببینیم کی گشنمون میشه. 6.5 hours later. ما رسیدیم به بخش زیبای عصرونه. که البته زیبا نیست زیاد امروز، چون چیزایی که دوست دارم زیاد نیستش تو این وعده. یک عدد چوب شور داریم که این از بچگی من بود، ولی الان خیلی قشنگ قرمزش کرده. این بسته‌بندی جدیدش بود من میدم. شوره فقط یه مقدار دیگه. دیگه چی داریم؟ همین کوکیمون که از صبح مونده رو داریم و یه دونه ساق طلایی میگن دیگه. آره ساق طلایی کرم دار. اینو واقعا آدم تنها بخورت. این کرم داره یه ذره میتونه بشوره برای وای. من هنوز زندم. شورن یا خوشکن، یعنی من نمیدونم الان چی کار باید بکنم. کوکیمونه که دوباره میذاریم اینجا باشه. یعنی فکرم گرفتم این کلا نخورم. این کرم تلاییمون هم میذاری فعلا باشه. من این چوبشور رو فعلا واقعا کنم. خیلی وقت نمان چوبشور نخوردم. اینو خیش به یاد بچگی ها که چوبشور زیاد میخوردیم. خیلی واقعا چه اینجوری شده؟ قوس داره میبینید؟ یه حالت اینجوری این پرانتز داره. قدیم سیخ و دراز بود. یکی بدی از زشم یه مقدار کلن رفته. نمیدونم همه چیو دارن میزنن. بعد کلن این استایلشو میبینید؟ نظرم شکلش هم حتی عوض شده. اینی؟ شکلش هم یه ذره کلوفتر احساس میکنم شده. یه ذره اون درازی قبل رو نداره. جاشن اینجور میداریم. سلام چطورین دوستان؟ لوک خوشحالت رو اینجور یه چیزی داشت درنش مزدس، ولی واقعا به درد نمیخور. قدیماش خیلی بهتر بود. خواستمون اینه وجدان داشته باشن. یعنی این دوتا یه دونش رو میخوام واکنم، چون چوبشوره اصلا بهم حال نداد. اینو باز دوباره میذاریم باشه. اینو میگم گوه گرمیدم که نخورم. یه هرچی میاد بعدی رو میخورم، ولی این رو نمیخورم. یه بذاریم اینجا باشه. این ساق طلایی رو وا کنیم. با اینکه میدونم خیلی خشکه، اینجوری چقدر بد بازش کردم کلن. اصلا از اونجایی من باز میگم نکردم. چرا اینقدر گاوی؟ ساق طلایی کرمدار. به 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 بافت رو میبینید؟ قشنگ کبیره. یه دون کرمدار یه دونشون بیکرم. ما بچه که بودیم اول این کرم دار اینا رو باز میکردیم، حتی اینا رو نه، خود بیسکویت معمولی ها رو اینا رو باز میکردیم و کرمش اینجوری لیست میزدیم میخوردیم، بعد اصل مزله ها میخوردیم. ولی الان میخوام اول اینو امتحان کنم، بعد اینو امتحان کنم ببینم چجوریه. اینا همه چی یه جوری شده، من نمیدونم. چنگه مزه شکر میده. عشم یه ذره مزه سوختگی میداد. من نمیدونم چیکار داریم میکنید شرکت های عزیز. حالا با هم بخوریم چجوریه. بیسکویتش خیلی بده. بیسکویتش واقعا بده. کرمشو جدا لیست بزنیم بخوریم دماشه. بیسکویتشو بردم بندازیم دور. بله. الان اسرونم اصلا با همینم نبود. خیلی بد بودن همه چیش. اینو تموم کنیم بریم سری سراغ شام. 12 o'clock midnight. سلامی دوباره. شب شد و خورشید اومده. نه صبح شد و خورشید. شب شد شب شد شب و شب و شب شد. امشب هم که شب شد. فردا هم که شب شد. چی بود این شهرام شب برای میخوند؟ من واقعا هنوز نتونستم حفظش کنم. عصرونامو اصلا دوست نداشتم. یعنی از عصری تا الان دارم فقط این آب میخورم. یعنی آب پشت آب دارم میخورم که بشوره ببره پایین. هنوز مزهش تو دهنم. نمیدونم چرا هنوز مزهش دارم. خیلی بد بود عصرونم. برای شام من رفتم یه دونه به 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 چی گرفتم؟ کالباس قارچ و مرغ سلیکو. کالباس سلیکو کاله قارچ و مرغ جذاب خفم توش موزه ما. دونه قرمز پیدا کردم. اینا زیاد تکون ندم. نونه قرمز پیدا کردم. ایول نونه چی است؟ نونه نسیم ناباوران. ناباوران که نه ناماوران. دیدی
نوشابه کوکاکولا. آن نوشابه خیلی ضرر داره ولی خوشمزه است دیگه، این رفیق من. فقط من یه اشتباهی که کردم، من اینو زورم گرفته بودم، نمیدونم چرا با نودل نهی بردم بخورم اینو. این خریت محض. اما یه قلوب بخوریم برکته. چیز دیگه هم اینجا داریم، ما گوجه داریم. قرمزه و واقعا من نمیدونم چطوری تو ساندویجاتون گوجه میزه. من یه بارم اینو گفته بودم، چیز لیز سرد یه هو وسط ساندویجاتون میاد دهنتون. اینو آوردم کسایی که گوجه میخوان با قرمز میتونن گوجه هم بزنن لا ساندویجاتون بخورن. خب اینو ما بازش میکنیم. به به، چه کالباس مشتیه. ببینید نونو ما اول از همه بر میداریم، این شیش تیکه است. قشنگ دوستان عزیزی که شکم سیکس پک من نایده اینجا میتونه تو این عکس کامل مشاهدهش کنم. قشنگ این سیکس پک خودم ها، یعنی زیر دقیقا همینه. یه دونه ژامبون اینجوری بر میداری، این هم اینجوری لاش رو باز میکنی، به این صورت میچپونید لاش به صورت لولی. سرش باید بزنه بیرون، یه زد تهش هم باید بکشیم که تهش هم بزنه بیرون. قشنگ اینجوری نکنیم، بس توش که میره سرادهش به این صورت بیرون میمونه. این یه حالت خیلی جذابیه که ما اینجا میتونیم سس رو هم روش اضافه کنیم. البته اگه شما چالش ندارین سس فرانسوی یا سس مایونز میتونید استفاده کنید، خیلی بهتر. آموزش آشپزی شد بیشتر دیگه کنم ویدیو. این بوش که بوی خوبیه، بوی مثلا ساندویجی میده، فوق‌العاده شد. البته این نکته هم بهتون بگم، اینجا اگه دقت داشته باشین میبینین که سس رو من روی ژامبون زدم و چیکه میکنه داشت. شما سستون رو بروی نون بذارید و قشنگ بمالید که سس چیکه نکنه، بتونید راحت بخورید. الان امروز سخت بهم نگذشت به غیر از اون قسمت عصرونه کذایش که به شدت خشک بود، به شدت داغون بود و اصلا حال نکردم. بقیهش خوب بود. صبونه هم یه ذره آبالبالو ترش بود ولی دوست داشتم، مزهش اوکی بود ولی یه ذره ترش بود. در کل اینم بود از شام ما. رنگ قرمز اوکیه، بازم این چالش رو حتما خواهم رفت. غیر این رنگای نرمالی که هستش، سبز، زرد، نمیدونم آبی، اینا رنگای خیلی خاصی اگه مد نظرتونه اونا رو برام تو کامنت ها بنویسید که سری بعد اونا رو بندازم تو گردونه بچرخونم، شاید اونا درمد، اونا خیلی چالشی تر میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که با لایک کردن این ویدیو از من حمایت کنین. اگه ویدیو رو دوست داشتین برای دوستاتونم بفرستین، خانوادهمون بزرگ و بزرگتر شه. اگرم چالشی مد نظرتونه تو کامنت ها برام بنویسید. چالش های 24 ساعته سخت، سختاشو بنویسید، میخوام سختاشو از این به بعد برم. یه ویدیو یه دیگه خیلی زود در میگردم، پس تا اون موقع پر انرژی باشین. خدافظ. این دستم هم که نیوردم بالا بخاطر اینکه هنوز این دستم بشقاب یادم رفت بیارم بذارم روش. اینو بریم بخوریم و بخوابیم تا فردا که یه ویدیو خفن‌تر دیگه براتون بذارم.